سلام بچه ها، یه درس خیلی عالی و تکنیکی برای این جلسه براتون در نظر گرفتم و اون تکنیک، حالا به ترجمه فارسیش و اون چیزی که اصطلاح در سازهای پاپ و سنتی در ایران استفاده میشه، تکنیکی که به نام ضربه اشاره معروفه، یعنی چنین صدایی. برای اینکه حتی روی شولدر ببینید، برای اینکه این ضربه رو بتونیم یاد بگیریم، اول باید بدونیم کدوم انگشت است. ببینید، این انگشت و این انگشت، این انگشت دو، انگشت سه و انگشت چهار در هندبند میدونی که انگشت شماره هاش 1 2 3 4 5 که ما میگیم 2 3 4، این سه تا عجله نکنید. اگر امتحان کردید و دیدید از همین الان این صدا رو نمیده، قرار نیست که واقعا این صدا رو بده از همون اول. شما باید کلن این کار رو همینطوری برای خودتون، حالا بدون سازم، تو خونه تمرین کنید و روی پاتون، روی میز. حالا گاهی شده که آدما وقتی حالا شاید استرس دارن این حرکت رو انجام میدن با دست راستتون، با دست چپتون. من فعلا میخوام با دست راست کار کنم چون با دست چپ یکم حالا سخت‌تره و همینه که به همین راحتی این سه تا انگشت رو پشت سر هم اول با سرعت پایین انجام میدید. ببین، اصلا عجله نکن، خیلی آروم روی هر کدوم از این تونفیلدا این کار رو میتونی انجام بدی. همین الان ویدیو رو پوز کن و شروع کن به تمرین این کار، حتی روی شولدر. خب، بعد از اینکه این کار رو یکم آزمایش کردی، حالا فعلا با دست راست، میتونی این رو با یه سرعت پایین توی نوتا اجرا کنی. ببینید، مثلا الان میخوام نوت 4 رو اشاره بزنم، نوت 5 رو ضربه اصلی میشه، پس در واقع 4 تا ضربه است. 1 2 3 4، 3 تا رو روی 4 میزنی، اوکی، ضربه 4 رو روی مثلا تونفیلد 5 میزنی. این فیگور فعلا خوبه. اولش با سرعت پایین تر دقت کن که دست خیلی شل باشه، اصلا اسپاسمی و صفر نباشه. ببینی که چقدر خوشگل و زیباست. میای روی نوت 2 و 4، میتونی 1 و 2 رو آزمایش کنی. حتی میتونی روی نوتای رایت و لفتت آزمایش کنی، مثلا نوت 3 و 4. نوت 5 و 6. سرعت رو میارم پایین تر. اگر ویدیوی من خوب نگاه کرده باشید، ویدیوی یک یا دو تای قبلی که قطعه فرعون بود که خودم ساخته بودم و به نام فرعون نامگذاری کرده بودم، از این تکنیک استفاده شده و از نوت 1 شروع کرده میبینید که روی تونفیلد 1
یک و چار رو رو تنفیل یک این ستاره زده رو چار با انگشت دو دست چپ. و همچنین روی آکورد بعدی روی دو و پنج زدم که توی تمرین احساس کردی یکم سخته به هیچ وجه عجله نکن و با ذهنی آروم و بدون استراب این کار رو انجام بده و وقتی که یه چیز جدیدی داری یاد میگیری اصلا انتظار نداشته باش که باید همون چیزی که حالا توی ویدیو میبینه یا استادت میزنه همون رو همونجا باید اجرا کنی. نه، هر حالتی از آخرین ورژنی که شما داری میزنی بهترین حالت شماست. پس فقط سعی کن که تمرکز داشته باشی که اون کار رو خوب انجام بدی. پس من یه بار دیگه برای تو انجام میدم، خالی با این ستا. رو هر نوتی که دوست داشتی بزن، حتی رو شولر. روی این قسمت از شولر اگه بزنی خب درس آسون تره، چون این یه حالت خمی داره که خودش میاد کاور میکنه این حرکت رو. حتی میتونی رو شولر بزنی، مثلا شولر 5 شولر 4 شولر 2 نوت یک و چار رو میخوام اشاره بزنم و با انگشت دوم دست چپ ضربه چارم رو بزنم. پس یک دو سه چار، 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 تندش بارها بارها، دو و پنج ویدیو رو پاوز کن، تمرین کن. یک، چار، دو و پنج. بعد از که تمرین کردی میتونی چار و هشتم آزمایش کنی. آروم آروم دوباره دو و پنج، یک و چار، دو و پنج، و دوباره میتونی بیای دوباره روی شولدرت انجام بدی. شولدر یک، شولدر دو، شولدر چهار، شولدر پنج، شولدر هشت و فعلا با راست انجام بده تا اینکه یکم اوکی بشی و اینو بتونی پخش کنی رو نوتا. همونطور که زدیم توی ویدیو قبل میاد میگه از نوتای راست استفاده کنیم، نوت 3 و 4
خونه یک فعلا تمرین کنی؟ سه چهار پنج چهار. مرسی بچه ها، ویدیو رو با دقت نگاه کنید بارها و بارها و این درس رو خوب یاد بگیرید که باهاش کار دارید.